بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. خداوند بزرگ در این آیه و کلام مبارک خود می فرماید که با آیات قرآن مگر با آیات قرآن نمی اندیشید یا که بر دلهایشان قفل نهاده شده است و یا ای که بر آیات قرآن نمی اندیشند و یا که بر دلهایشان قفل نهاده شده است. بحث هفته گذشته ما و شما راجع به دو موضوع بود که یک موضوع خدمت شما تا اندازه به عرض رسانیده شد، موضوع حرمت مساجد بود و حضور در نمازهای جماعت، موضوعی که به شما وعده داده بودم که موضوع دیگر موضوع تلاوت قرآن بود که امروز خدمت شما چند کلمه تا جایی که وقت داشته باشیم صحبت میکنیم. گرچه امروز نوبت سخنران محترم ما به زبان انگلیسی بود اما چون گرفتاری برایشان پیش آمده من خدمت شما چند دقیقه چند کلمه به عرض برسانم. خود قرآن از بشن کلام مبارک خداوند است، کلام قدیم خداوند است و ما شما می فهمید که خود صفت الکلام و یکی از صفات قدیمه خداوند و حضرت واجب الوجود است. فلحاظا این کلام کلام عادی نیست، خواندن و قرائت قرآن هم خواندن و قرائت کلام عادی نیست، کلام مبارک خداوند است. ثواب زیادتر دارد، ثوابهای زیاد دارد، حکمتها در هر نقطه آن نهفته است و در مورد بزرگی و یا تلاوت قرآن آیات و احادیث زیاد وارد است که خدمت شما به صورت انتخابی از سخنان بزرگوار حضرت محمد المصطفی صلی الله علیه وسلم چند کلمه یاد آوری میکنیم که حضرت پیغمبر می فرماید که من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنتا والحسنت بعشر امثالها. هر کسی که حرفی را از کتاب خداوند بخواند برای او حسنه نوشته می شود و در ازای هر حسنه پاداش ده برابر داده می شود. در یک جای دیگه حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم می فرماید که و ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله و یتدارسونه فی ما بینهم الا نزلت علیهم السکینه و غشیتهم الرحمه وحفتهم الملائكه. و در هیچ خانه یا در هیچ موضعی نیست که کلام خداوند خوانده نشود
غیر از اینکه خداوند یا اینکه درس داده نشود قرار خداوند، غیر از اینکه خداوند در آن منطقه یا در آن ناحیه یا در آن خانه آرامش و سکینه را نازل می فرماید و رحمت خداوند آن منطقه را پوشش می نماید و تمام ملائکه حول و وحوش آن طرف را احاطه می کنند. ببینیم که چقدر در مورد تلاوت قرآن و در مورد تلاوت با معنا و تلاوت با تفکر قرآن چقدر آیات و روایات زیادی در فرهنگ اسلامی ما و شما ذکر شده است. اولی که خود قرائت و تعلیم قرآن بر هر شخص به اندازه‌ای که نمازش روا باشد و روا شود فرض است و فرض عین است که هر شخص به اندازه‌ای که نماز خود را ادا می‌گرداند باید که قرائت و تلاوت قرآن را یاد داشته باشد، چون یکی از فرایض نماز قرائت قرآن است، از فرایض ششگانه داخل نماز. و اگر یکی از این فرایض که عبارت از قرائت قرآن است انجام نمی شود نمازش صحیح نمی باشد. و در مورد حتی حفظ قرآن اکثری فقها و بعضی به این نظر هستند که حفظ قرآن هم از جمله فرایض از فرض کفایی است. خود یاد گرفتن قرآن به اندازه نماز فرض عینی است، اما حفظ قرآن فرض کفایی است. فرض کفایی به این معنا که اگر در یک کمیونیتی یا در جامعه چند نفر از حفاظ وجود داشته باشند و آنها قرآن را حفظ کنند از گردن دیگران ساقط می‌گردد. این نظر بعضی فقهاست، مانند نماز جنازه که فرض کفایی است. به هر صورت ما اگر همه روزه می خواهیم که رحمت خداوند شامل حال ما و شما شود باید خود را عادت بدهیم به قرائت قرآن و هر روزه کوشش کنیم که یک قسمتی از قرآن را تلاوت نماییم، به صورت درست در یک گوشی بنشینیم. البته تلاوت قرآن هم از خود آدابی دارد و از خود شرایطی دارد که چه قسم باید قرآن را تلاوت باید نمود. اولی که کسی که تلاوت قرآن می نماید باید که وضو داشته باشد، یعنی از حدث و از بیروزی ها پاک باشد، در روبروی قبله بنشیند و قرآن را در پیش روی خود باز می کند و با تعمق و با ادای درست کلمات و حروف قرآن را تلاوت می نماید. یعنی باید قرآن به صورت ترتیل و به صورت تجوید تا جایی که شخص می تواند بخواند. البته کسانی هستند که شاید قرآن را خوانده نتوانند، برایشان لازم است که برای تحصیل و یاد گرفتن قرائت قرآن کوشش نمایند و می توانند از کس دیگری بپرسند یا در یک جای درس را شروع کنند که تا قرآن را به صورت درست خوانده بتوانند. و یکی از جمله چیزهای لازمه ضروری زندگی است. و حتی خود حضرت امام اعظم رضی الله تعالی و رحمت الله علیه می فرماید که کسی که در یک سال دو بار قرآن را ختم نماید در حقیقت از حقوقی که قرآن به سرش دارد به اصطلاح خلاصی می‌یابد، از خاطر که در سال اخیر حیات محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم حضرت جبرئیل آمد و دو مرتبه قرآن را به پیغمبر خواند و در حقیقت یک روش یا سنت نبوی هم انجام می شود. و کسایی که می توانند که زودتر قرآن را ختم نمایند می توانند روزانه به صورت یک صفحه، دو صفحه، یک جزء و نیم جزء به اندازه که می توانند خود عادت بدن که هر روزه در قرآن و تلاوت قرآن مشغول باشند. این بهترین کار است و بهترین ثواب است. و البته طوری که خداوند خودش می فرماید که شما زمانی که قرآن می خوانید دلهای شما نرم می شود و سکینه و آرامش برای شما رخ می دهد. ما در این دنیای پر جنجالی که قرار داریم چقدر فشارهای روانی و استرس ها
در حول و حوش ما و شما هست، مسائل اجتماعی است، مسائل اقتصادی است، مسائل دیگه هست که هم ما و شما را تحت فشار روحی قرار میدهند. یگانه علاجی که ما میتوانیم خود را به اصطلاح از این استرس ها نجات بدیم باید به قرآن رجوع کنیم. شما تجربه کنید، اگر هر فشار روانی که دارید خدای نخواسته و به اصطلاح شما را ناراحت میسازد، بروید در گوشی بنشینید و قرآن را باز کنید و از خلوص نیت آن را بخوانید، ببینید که چقدر آرامش روحی برای شما رخ میدهد. و این در حقیقت یک تراپیست، یک سایکوتراپیست و بهترین تراپیست که لازم نیست که شما دواهای به اصطلاح ترانکلایزر یا دواهایی که برای آرامش روحی شما استفاده میشود از او استفاده کنید. بهترین راه همین مدیتیشن و یا اینکه عبادت کردن به درگاه خداوند، قرآن خواندن و نماز خواندن است که شما را از همه تشویش ها نجات میدهد. Thank you.
Thank you.
We find that as anything that buzzes rings, I have the same problem. Phone was going off all day. So it is a great honor, and budgets are tight, and the spin-off from the library endowment will be an addition to the funds that are regularly budgeted for the library. It will make us possible to enrich and make even more exciting this particular part of our institution, which Christine has built so lovingly over 20 years. Fred is an unusual man. He has done much for our school. He and I have been good friends for a long period of time, and I saw, and I don't see now, I guess he's left, the person who came in, the faculty member who originally yeah, there's Larry over there. I didn't see him. So Larry, like a lot of faculty, are responsible for what happens, but very often don't get the acknowledgement that they deserve. So now I don't want to take any more time. I do want to thank you all. There's so many of you here today. And I know that it's a library endowment fund at Palo Alto University. This is a beautiful and very generous gift of love. Love for a man who has dedicated his life, to promoting learning and knowledge. And love for the students, faculty, and alumni of our institution who depend on our library resources. With the rising cost of journals, books, psychological tests, and videos, our library's ability to purchase essential resources becomes more difficult every year. The new Library Endowment Fund, made possible through the generosity of Fred Sadecki, will provide critically needed funds to acquire, preserve, and organize library materials for our students and faculty. And though these collections are the heart of the library, we would be nothing without our staff. Scott Hines, our amazing reference librarian, right over there. Mary Wood, our intern from San Jose State. And our student assistants who are here 7 days a week keeping the library open for everybody. Please give them all a round of applause. At this time, I'd like to ask our president, Dr. Alan Calvin, to say a few words. Dr. Calvin's support was critical in establishing a library endowment fund, and we want to thank him for helping us to build the library that our students and faculty deserve. Welcome, Dr. Calvin. Well, of course, today we're primarily honoring Fred and his dad, but we're also honoring the library personnel, Christine, Scott, and the other folk here who make this such an important part of our school. Of all of the activities that we have here, without question, the library not only is essential for our scholarly activities, but is the place that is most responsive to the needs of the students and faculty. And on every time we do any kind of a rating, we find that as anything that buzzes rings, I have the same problem. The phone was going off all day today. So it is a great honor. And budgets are tight, and the spin-off from the library endowment will be an addition to the funds that are regularly budgeted for the library. It will make us possible to enrich and make even more exciting this particular part of our institution, which Christine has built so lovingly over 20 years. Fred is an unusual man. He has done much for our school. He and I have been good friends for a long period of time, and I saw, and I don't see now, I guess he's left,
the person who came in, the faculty member who originally introduced Fred to me when he was on the board of the Foundation for Libraries and was working with... Where is Larry? Is Larry Thompson here? Yeah, there's Larry over there. I didn't see him. So Larry, like a lot of faculty, are responsible for what happens, but very often don't get the acknowledgement that they deserve. So now, I don't want to take any more time. I do want to thank you all. There's so many of you here today. And I know that it's to honor Fred and honor Omar. And I'll bet you that this is the only place in the United States today in an institution of higher education where the honored guest will deliver his talk in Farsi. So. There you go. Well, I was actually going to give Gary Shapiro a moment to say a few words. Gary is the chair of our Board of Trustees and has been a supporter of our library, so I wonder if... Where is Gary? There you are. If you would be kind to say a few words. Well, I've been involved with this school for probably close to 20 years. And I've seen many changes over the time. I can't tell you how proud I am to be standing here and to have the opportunity to thank Fred and to congratulate Mr. Sadecki on this honor and to bring on behalf of our Board of Trustees their greetings and their appreciation for the wonderful thing that you have done. Because our students go out into the community and help to improve the health of our society. And this library will contribute to their education and contribute to their preparation for making that contribution. So on behalf of the school and on behalf of the board, thank you. رئیس دانشمند پالو آلتو یونیورسیتی و استاد محترم مسرورم از این که میبینم عده زیادی از دانشجویان فرض کسب علم و دانش از مرکز علم و معرفت یعنی کتابخانه که مزد نمیخواهد و دانش میدهد استفاده میبرند. جوانان ما که سازندگان آینده کشور خود هستند باید درک مسئولیت نمایند که جهان امروزی به سرعت رو به پیشرفت است. بنابراین نباید از کاروان مدنیتی که همه روزه معلومات نوی را به بشر عرضه می کند عقیب بمانند. خودترین راهی که می تواند ما را به مقصود برساند همانا دانش آموزی و دانش اندوزی است. این مطلب به آسانی میسر شدن نمی تواند. نیازمند به تلاش ها و تپش هاست. از طرف دیگر احتیاج به اتفاق نظر در بین پیر و جوان است تا به کشوری که سود و زیان آن مشترک و به همگان متوجه می باشد لازم و ضروری است، به خصوص در محیط زیستمان سیلیکون ولی که مرکز تکنولوژی و علوم پیشرفته جهان امروزی است. بنابراین این صحنه امروز مژده دهنده این حقیقت است که پیر و جوان به یک فکر و نظر و ایدئولوژی مشترک دور هم جمع شده و در تلاش آینده unveiling of the plaque. So I'll give everybody a chance to that has a camera and wants to take a picture to get positioned for that. And well, Fred, why don't you and your father unveil this? This would be lovely. In this side. That's true. Okay. Oh, okay. On each side. All right. I'll put the microphone down. We're going to take the curtain off from our beautiful new plaque. Thank you. But you have to pull this out. Mm-hmm. This. Yeah, well, you need to take this off. You don't need it. Oh, it's pretty strong. Okay.
allow me to read the plaque. It says, Omar Sadeghi Research Library, in honor of Omar Sadeghi, former president of the Afghan Public Libraries, for his love of learning, literacy, and the world of books. Palo Alto University, January 21st, 2010. Thank you. That we hope that this is an evening that Fred and Omar and your families will long remember, and that we will never forget your generosity. Thank you. So you're off. So we took a picture already. We can rotate in and out. So there's two people. All right, got it. Alex stayed there. Rotate to the people. There we go, right there. A lot of kids come here study. They just take it. All right, cameras over here. Grandfather, you guys should be getting one. Go to In a couple of weeks, dude, I'll let you know. ما امروز 21 ماه جنوری 2010 در کتابخانه یونیورسیتی پالو آلتو کالیفرنیا می باشیم. یک واقعه مهم بگم یا یک اتفاق مهم بگم یا یک خوشخبری مهم بگم. امروز مردم امریکا از شخصیت های بزرگ ما استقبال میکنند و قدر میکنند. واقعا در فرهنگ ما همیشه این بوده که بعد از اینکه بزرگان میروند قدردانی میکنیم. این فرهنگ را باید تغییر داد که در زندگی از آنها قدردانی کنیم. الحمدلله که امروز ما یکی از شخصیت های بسیار بزرگوار را مردی که تمام زندگی با کتاب و کتابخانی سر کار داشتند در پهلوی ما هستند، جناب محمد عمر صدیقی یا رئیس کتابخانه های افغانستان بودن که I'm going to go to the hospital.
Thank you.
Thank you.
Thank you.